به نام خداوند متعال. بینندگان گرامی سلام، بر شما وقتتان بخیر. به برنامه خبرگستر شبکه تلویزیونی استقلال خوش آمدید. همچنان که شما در جریان هستین، افغانستان معادن بزرگ زغال سنگ داره و این معادن میتونه در اقتصاد افغانستان نقش بسیار ارزنده‌ای داشته باشد. روی این موضوع صحبت میکنیم با کارشناس برنامه جناب استاد مجتبی ابراهیمی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. جناب استاد خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران شما و بینندگان عزیز تلویزیون استقلال. تشکر جناب استاد. سوال نخست اینگونه مطرح میشه که معادن در کشور، معادنی که ما در کشور خود داریم، چون معادن زیاد داریم از آهن گرفته از زغال سنگ و سنگ های قیمتی دیگه، کلا امروز موضوع بحث ما در مورد زغال سنگ، معادن زغال سنگ هست. چگونه میتونه این معادن در اقتصاد افغانستان نقش بسیار مفید و ارزنده اش داشته باشه که اقتصاد افغانستان را از این حالت بیرون بکنه و به سوی توسعه حرکت بده؟ خوبه که قبل از اینکه به سوال شما مشخصا بپردازیم، در مورد معادن افغانستان اطلاعات کلی خدمت بینندگان عزیز ارائه بکنیم. همه بینندگان عزیز ما میدانن که افغانستان سرشار از منابع طبیعیه. به تعبیری میگن مردم افغانستان مردمان فقیری هستن که روی منابع غنی زندگی میکنن. افغانستان طبق برآورده هایی که توسط وزارت معادن حکومت گذشته انجام شده بود، حدود 3 تریلیون دلار معادن داره. در حکومت گذشته هم از 2.5 میلیارد دلار بودجه عادی افغانستان، 1.5 میلیارد دلار از او از معادن طبیعی تامین میشد و پیش بینی شده بود که تا سال 2024 افغانستان به لحاظ مالی از منبع معادن طبیعی خودکفا بشه. معادن طبیعی از جنبه‌های مختلف میتونه تأثیر مثبت در اقتصاد کشور داشته باشه. یک، اگر معادن استخراج بشه میتونه باعث کاهش بیکاری بشه. دوم، استخراج معادن و فروش او باعث ارزآوری و افزایش درآمد ملی میشه. چنانچه در برخی از کشورها همه ما شاهد هستیم تنها یک معدن دارن، مثلا نفت دارن، تونستن از همون نفت به یک رشد اقتصادی خیلی خوبی برسن. ما هم اگر نفت می داشتیم، ضمن از اینکه می تونستیم نفت خود به فروش برسونیم، از وارد کردن نفت و خارج کردن ارز هم جلوگیری می شد و این باعث بهبود و رشد اقتصادی می شد. و دیگه اینکه برخی از معادن به اصطلاح مواد خام بعضی از کالاهای صنعتی هستند. مثلا وقتی که خواسته باشیم موتر تولید بکنیم یا هواپیما تولید بکنیم، نیاز به آهن داریم. معدن آهنه که میتونه مواد خام موتر تامین بکنه. دیگه اینکه برخی از معادن، خصوصا معدن زغال سنگ که شما به او اشاره فرمودین، میتونه باعث تامین انرژی بشه، خصوصا برق. در برخی از کشورها مثل پاکستان از معدن زغال سنگ یا از زغال سنگ در تولید انرژی، خصوصا در برق، از او استفاده میکنه. و دیگه اینکه معادن میتونن، خصوصا زغال سنگ، برخی از معادن البته میتونن در تامین گرما و تامین سوخت استفاده بشن. مثلا در تولید فولاد بسیاری از کشورها از زغال سنگ استفاده میکنن. پس اینا همه تاثیرات مثبتیه که معادن میتونن در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشم. بله، حالا معادن افغانستان، معادن استراتژیک معادن افغانستان کدام یکی ها هستن و چی نقشه در اقتصاد افغانستان میتونه داشته باشه؟ اونایی که البته خب افغانستان منابع طبیعی زیادی داره، معادن زیادی داره، اونایی که استراتژیک حساب میشه، استراتژیک به حساب میآید، کدام هاین؟ معادن رو به یک تعبیر میان به دو دسته تقسیم میکنن: معادن استراتژیک و معادن غیر استراتژیک. حالا چرا برخی از معادن استراتژیک گفته میشه و معنای استراتژیک یعنی چی؟ چون ممکنه که برای برخی از بینندگان عزیز ما خود واژه استراتژیک گنگ باشه. هر منبع طبیعی که استفاده بیشتری داشته باشه، تقاضا برای از او بیشتر باشه، یا دسترسی به او کمتر باشه، یا اینکه قیمتی او بالاتر باشه، به اون منبع منبع استراتژیک گفته میشه. مثلا عامل مهم نقش داره در استراتژیک بودنشون. بله. مثلا در افغانستان نفت میتونه استراتژیک باشه، طلا میتونه استراتژیک باشه، زغال سنگ میتونه استراتژیک باشه، آهن میتونه استراتژیک باشه و خیلی از معادن دیگه میتونه
استراتژیک باشه، به دلیل همون سه ویژگی که گفتم، یک کمیابی، دوم دسترسی یا عدم دسترسی، و سوم قیمتی. و لیتیوم میتونه یکی از منابع استراتژیک افغانستان باشه. و چه بسا اگر یورانیوم، همچنان یورانیوم میتونه جز منابع استراتژیک باشه. چه بسا اگر برخی از منابع استراتژیک در برخی از کشورها وجود نداشته باشه، میتونه هم اقتصاد و هم امنیت و کشورها با چالش مواجه بکنه. مثلا آمریکا داره هواپیما تولید میکنه، به شدت نیازمند به آهنه. اگر آهن نباشه هواپیما رو نمیتونه تولید بکنه، فروش هواپیمای رو به اصطلاح کم میشه. وقتی که نتونه تولید بکنه فروش هواپیمای کم میشه، ضمن از اینکه نیاز داخلی خود کشوری هم هسته. هم میتونه اقتصاد رو متضرر بکنه و هم میتونه امنیتی رو برهم بزنه و با چالش مواجه بکنه. پس معادن استراتژیکن که این سه ویژگی داشته باشن. در افغانستان هم خیلی از معادن هستن که جز معادن استراتژیکن. بله، حالا جز معادن استراتژیک شما گفتن که زغال سنگ میتونه باشه، یا آهن، طلا، یورانیوم و نفت و گاز، که افغانستانی منابع و معادن را داره. تا حالا افغانستان از این منابع خود به صورت فنی از این معادن استراتژیک استخراج کرده یا نه؟ متاسفانه در مورد تمامی معادن افغانستان میتونیم ایر ادعا کنیم که هیچ یک از معادن افغانستان به صورت فنی استخراج نشده، به دلیل از اینکه او زیر ساخت ها آماده نبوده. مثلا شما مهم این تلویزیون را بندازنیم، تلویزیون استقلال، وقتی که میخواستیم را بندازنیم یکی از زیر ساخت های وجود نیروی انسانی متخصص بود. اگر نیروی متخصص را نمی داشتیم نمیتونستیم راه اندازی بکنیم. استفاده فنی هم از معادن مطلبه که زیر ساخت ها و خصوصا بحث نیروی فنی تامین باشه. متاسفانه نیروی فنی ما در استخراج معادن نداریم، ماشینالات پیشرفته را ما در استخراج معادن نداشتیم و به همین دلیل معادن ما تا به حال به صورت فنی استخراج نشده. بله، حالا اگر معادن به صورت فنی استخراج نشده چقدر زیان وارد اقتصاد بر اقتصاد ما وارد شده؟ خب وقتی که معادن به صورت فنی استخراج نشه از چند جهت میتونه آسیب بزنه. یک اینکه باعث تلفات نیروی انسانی میشه، چنانچه هر چند وقت میبینیم که برخی از نیروهای انسانی که در معادن، خصوصا در معادن زغال سنگ شما موضوع بحث شما هست، میبینیم که برخی از نیروهای انسانی که در معادن زغال سنگ کار میکنن به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و عدم استخراج فنی معادن میبینیم که جان خود خور از دست میدن. این یک تاثیر منفی. و دوم این که وقتی که به صورت فنی استخراج نشه نمیتونیم اون مقدار لازم را از اون معدن استخراج بکنیم. مثلا اگر با بل کلنگ برن یک معدن زغال سنگ خواسته باشن استخراج بکنن، 100 نفر آدم در روز ممکنه 10 تونه بتونن استخراج بکنن، ولی اگر 10 تون ماشین باشه ممکنه که بتونه 100 تون از یک معدن استخراج بکنه. و دیگه تأثیر منفی دیگر که داره، برخی از معدن اگر او لوازمی که لازم دارن، او ماشینالات پیشرفته که لازم دارن اگر نباشه، برخی از معادن تلف میشه، از بین میره. مثلا زغال سنگ وقتی که خواسته باشن با بل و کلنگ استخراج بکنن، خب او خورد میشه، به اصطلاح خاک میشه، به اصطلاح عوام میگن زغال سنگ خاک میشه. وقتی که خاک بشه مسلما قیمت خاکه زغال سنگ با قیمت درست از او خیلی فرق میکنه. اینا همه تاثیرات منفیه که میتونه داشته باشه. بله، جناب استاد صحبت بکنین که چون موضوع بحث برنامه ما بیشتر روی معادن زغال سنگ افغانستان هست، و از زغال سنگ چه استفاده های میتونه باشه؟ یکی موردش در قسمت تولید انرژی شما اشاره کردین، در دیگه موارد هم استفاده میشه، و اگر استفاده میشه در افغانستان چقدر از این معادن زغال سنگ استفاده درست و فنی صورت گرفته؟ سوال بسیار خوبی پرسیدیم. از زغال سنگ خیلی از بینندگان عزیز ما ممکنه که فکر کنن تنها در سوخت استفاده میشه، چنانچه خود اینا استفاده میکنن در تولید انرژی یا سوخت استفاده میکنن. در کنار این که زغال سنگ در تولید گرما و سوخت استفاده میشه، استفاده های زیاد دیگه هم داره. مثلا در تولید برق هم استفاده میشه. اشاره کردم که کشور پاکستان هم این حال از زغال سنگ در تولید برق استفاده میکنه. در ساخت مواد آرایشی بهداشتی از زغال سنگ استفاده میشه.
در تولید یک ماده که در چیز استفاده میکنن، در زراعت استفاده میکنن، یک کود کیمیاویه که در زراعت استفاده میشه، زغال سنگ استفاده میکنه، استفاده میشه در تولید کاغذ، استفاده میشه در تولید قلم، استفاده میشه در تولید فولاد، به شدت از زغال سنگ استفاده میشه. همه اینها مواردیه که از زغال سنگ بهره برداری میشه، ولی در افغانستان متاسفانه صرفا از زغال سنگ در تولید گرما و تولید سوخت استفاده شده تا به حال، و زمینه فراهم نبوده تا به حال که بتونیم ما در بخش های دیگر هم از زغال سنگ خود استفاده بکنیم. به همین خاطر ما داریم زغال سنگ را صادر میکنیم کشورهای دیگه، از جمله پاکستان و از طریق پاکستان به برخی از کشورهای دیگه، و از زغال سنگ خود نتونستیم استفاده لازم را داشته باشیم. بله، یک سوال بسیار مهم جناب استاد این میتونه باشه که در 20 سال گذشته پاکستان آنچنان مشتری زغال سنگ افغانستان نبود، ولی در 2 سال یا نزدیک به 2 سالی که از حکومت امارت اسلامی میگذره بیشتر مشتری زغال سنگ افغانستان پاکستان است. چرا پیش از این همسایه های ما مشتری زغال سنگ افغانستان نبودن، یا بودن اما با این آمار بلند نبودن؟ بله، پاکستان زغال سنگ خور در اصل از آفریقای جنوبی و استرالیا خریداری میکرد. همین حالا که یک مقدار از زغال سنگ خور پاکستان از استرالیا و آفریقای جنوبی خریداری میکنه، ولی به دلیل از اینکه قیمت زغال سنگ در او بازار استرالیا و بازار آفریقای جنوبی بالا رفت ولی به او تناسب در افغانستان بالا نرفته، فعلا پاکستان علاقمند شده که از افغانستان بیشتر زغال سنگ خور وارد بکنه. از طرفی هم مقامات امارت اسلامی ادعا میکنن که ما زمینه صادرات زغال سنگ نسبت به گذشته بیشتر برای تاجران فراهم کردیم، به همین خاطر هم زغال سنگ داره بیشتر به پاکستان صادر میشه. از طرف دیگر هم قیمت زغال سنگ در افغانستان اگرچه از 90 دلار به 200 دلار افزایش پیدا کرده، و همین حال کم زغال سنگ تا 250 دلار در پاکستان، زغال سنگ افغانستان توسط تجار افغانی در پاکستان به فروش میرسه، ولی همین حال قیمت جهانی زغال سنگ 350 تا 400 دلاره. چنانچه پاکستان یک مقدار زغال سنگ خور از استرالیا و آفریقای جنوبی که خریداری میکنه که مقدار از اون بسیار کاهش داده، به 350 تا 400 دلار هم از اونها خریداری میکنه. از طرف دیگر هم سوخت های جایگزین هم مثل نفت، قیمت اینا در طی سالهای اخیر افزایش قیمت یا افزایش چشمگیری داشته به دلیل جنگ روسیه با اوکراین. همه اینها دلایلیه که باعث شده صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان افزایش پیدا بکنه. بله جناب استاد، از این موضوع هم صحبت بکنن که چقدر زمینه فراهم برای استخراج فنی زغال سنگ، معادن زغال سنگ افغانستان، آیا نیروی انسانی لازم در افغانستان فعلا وجود داره که از استخراج معادن زغال سنگ صورت بگیره، و همچنان ماشین‌آلات و زیرساخت‌هایی که شما در اول در مورد استخراج معادن به اشاره کردیم؟ متاسفانه خدمت شما عرض کنم که خیر، هنوز هم زیر ساخت های لازم فراهم نیه تا از زغال سنگ و دیگر معادن افغانستان استفاده لازم صورت بگیرم. یکی از زیر ساخت های لازم در کشور ثبات اقتصادی و ثبات سیاسیه. وقتی که ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی نباشه، سرمایه گذاری خارجی یا سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری زیاد صورت نمیگیره. ماشینالاتی هم که در معادن استفاده میشه اونا نیاز به سرمایه زیاد دارن، سرمایه زیاد هم نیاز به ثبات اقتصادی داره و نیاز به ثبات سیاسی داره، ولی خب متاسفانه 40 سال اخیر نشون داده که افغانستان هیچ وقت به ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی نرسیده. به همین خاطر هم کسانی که متقاضی معادن هستن اونا سرمایه لازم رو هزینه نمیکنن در معادن، و از طرفی هم عرض کردم که نیروی انسانی ما نداریم، سرک ما نداریم، اگر سرکای هم داشته باشیم خیلی مقدار یا کم برای عبور و مرور مشکل داریم. ما در حمل و نقل به شدت مشکل داریم، برخی از کشورها از قطار استفاده میکنن، از هواپیما استفاده میکنن، از کشتی استفاده میکنن، هزینه حمل و نقل اینا بسیار کاهش پیدا میکنه. ما متاسفانه در حمل و نقل هم مشکل داریم و هزینه حمل و نقل ما هم زیاد میشه، و برخی از معادن هم
برخی از معادن خصوصاً زغال سنگ در برخی از مناطق صعب العبور قرار گرفته و رفتن ما هم کسانی که معادن استخراج میکنن، رفتن اونها هم به اون مناطق تقریبا غیر ممکنه برای فعلا یا بسیار بسیار مشکله. بله، حالا در 20 سال گذشته نیروی متخصص یا نیروی انسانی فنی برای استخراج معادن در افغانستان آموزش ندیدن یا فراهم نشدن؟ چرا، یک مقدار نیروی متخصص در همه عرصه‌ها رشد کرده و پرورش یافتن، ولی او مقدار کفاف وضعیت کنونی نمی‌کنند. بله، و اگر به همین روش استخراج معادن زغال سنگ افغانستان ادامه پیدا بکنه، فقط صادر شود و به صورت فنی هم استخراج نشود، چه تبعاتی برای اقتصاد افغانستان میتونه داشته باشه؟ در قسمت همه معادن خیلی فرق میکنه. وقتی که یک معدن خاصی مثل زغال سنگ که شما به اشاره کردیم، این به صورت خام ارسال بشه خیلی قیمتی فرق میکنه نسبت به اینکه این پروسس بشه و در یک معدن در تولید یک کالا از او استفاده بشه. مثلا اگر یک تن زغال سنگ در پاکستان همین حال اگه 250 دلار به فروش میرسه، این به صورت خام صادر میشه که 250 دلار ارزش داره. اگر همون یک تن زغال سنگ در تولید قلم، در تولید لوازم آرایشی بهداشتی، در تولید فولاد یا در تولید هر چیز دیگه به کار گرفته بشه، او ارزش افزوده که ایجاد میکنه خیلی بیشتر از 250 دلاره. یکی از اشکالات کشورهای جهان سوم مثل کشور افغانستان اینه که معادن خور به صورت خام صادر میکنن و نمیتونن پروسس بکنن. او کشورهای دیگه، برخی از کشورهای پیشرفته دیگه، اونا رو پروسس میکنن و با قیمت بسیار بالاتری به فروش میرسونن. مثلا افغانستان لیتیوم داره ولی از لیتیوم خود نمیتونه استفاده بکنه، ولی کشورهایی که موبایل تولید میکنن، کشورهایی که کامپیوتر تولید میکنن، اون لیتیوم ما رو خریداری میکنن، میان پروسس میکنن، اون کامپیوتری که میسازن و اون موبایلی که میسازن بسیار با قیمت زیادتر به فروش میرسونن. بله، حالا تفاوت قیمت زغال سنگ افغانستان که به پاکستان صادر میشه و قیمت زغال سنگ که شما اشاره کردین از استرالیا به پاکستان میاد یا از آفریقای جنوبی، تفاوت قیمتشان در چی میتونه باشه؟ به مو استخراج فنی و نیروی متخصص که اونا پروسس میکنن و ما به صورت خام صادر میکنیم در همین هست؟ نه، اتفاقا آفریقای جنوبی هم به صورت خام صادر میکنه. استرالیا هم معادن زغال سنگ خیلی زیاده، یک مقدار به در پروسس استفاده میکنه ولی مقدار زیادی به صورت خام صادر میکنه. افغانستان قیمت زغال سنگ که به فروش میرسونه قیمتی اون نسبت به قیمت کشورهای دیگه پایینتره. حتی همه ایران هم که همسایه ما و شما هست زغال سنگ داره و زغال سنگ خود صادر میکنه، قیمتی که به فروش میرسونه قیمت بالاتره. از طرفی هم زغال سنگ افغانستان کیفیتی هم بهتره نسبت به حتی با استرالیا، کیفیت زغال سنگ افغانستان بهتره. از گذشته افغانستان به دلیل مشکلات داخلی که داشته، زغال سنگ خور با قیمت بسیار ارزانتر نسبت به کشورهای دیگه به فروش میرسونده، اگرچه زغال سنگ هم بهتر بوده. همین بود که امارت اسلامی با شروع کار خوب، یک مقدار از شروع کار گذشته بود که قیمت زغال سنگ از 90 دلار به 200 دلار رسوند. باز هم همین حال قیمت زغال سنگ افغانستان نسبت به کشورهای دیگه بسیار پایین تره. نخست وزیر پاکستان گفته بود که ما با وارد کردن زغال سنگ از افغانستان میتونیم در سال 2 میلیارد دلار به پاکستان نفت رسونیم. زغال سنگ افغانستان با زغال سنگ کشورهای دیگه هیچ چیز نداره، هیچ تفاوتی نداره، چه بسا بهتر هم نسبت به اونها هست. بله، چه راهکارهای وجود میتونه داشته باشه که هم قیمت زغال سنگ افغانستان بالا بره و هم از زغال سنگ افغانستان به صورت فنی هم استفاده شود؟ یعنی حکومت چه ظرفیتهایی رو میتونه داشته باشه، آیا داره نداره، ای عامل رو میتونه صحبت بکنه؟ من عرض کردم که زیرساختها خیلی مهمه. یکی از زیرساختها بحث وجود بازاره. ما فعلا داریم به پاکستان بیشتر زغال سنگ خور صادر میکنیم. خوبه که دولت در این قسمت وارد بشه و بازارهای جایگزین رو هم جستجو بکنه، کشورهای دیگر رو هم بررسی بکنه که کدام کشورها میتونن متقاضی زغال سنگ افغانستان باشن. مسلما چون زغال سنگ قیمت جهانی و حدود 350 تا 400 دلار هسته،
میتونه دولت افغانستان هم زوارسنگر تا 350 دلار هم و حتی 400 دلار هم زوارسنگ افغانستان به فروش برسونه. خوبه که امارت اسلامی هم هر کاری که میکنه در قسمت زیر ساخت ها انجام بده تا ما بتونیم از معادن طبیعی خو بیش از پیش استفاده بکنیم. بله، حالا امارت اسلامی در جریانه که دوباره به قدرت رسید بیشتر توجهشان روی معادن زغال سنگ بود در نخست، حالا کم کم به معادن دیگه هم توجه کردن. فکر میکنین چرا اول به زغال سنگ توجه کرده و صادرات زغال سنگ افزایش دادن؟ اولی که استخراج زغال سنگ نسبت به سایر منابع طبیعی راحت تره، خود استخراج راحت تره. دوم هم استخراج زغال سنگ اکثر معادن افغانستان دست خود افغان هایه، استخراج اینا دست خود افغان های، و از طرف دیگه هم مشتری نقد که پاکستان باشه همین حال وجود داره، و از طرفی هم خود امارت اسلامی به شدت به کمبود بودجه مواجه بود. همه اینها دست به دست هم داد تا امارت اسلامی به زغال سنگ توجه ویژه تر نسبت به سایر معادن داشته باشه. البته در قسمت سایر معادن هم مثل عینک توجه داشته، ولی خب با او کشورهایی که قرار داد بسته اونها به دلایل مختلفی که پیش خود دارن تا با حالک پیش قدم نشدن در عرصه استخراج معادن. این هم نبوده که امارت اسلامی به سایر موارد توجه نداشته باشه، ولی خب زمینه بیشتر فراهم بوده در استخراج معادن زغال سنگ. بله، حالا امارت اسلامی یک راه یا روش دیگر را پیش روی گرفته که معادن را در بدل ساختن راه‌ها یا شاهراه‌ها در پیش گرفته، یعنی یک معادن را به یک شرکت به قرارداد میده که این معادن را اونا استخراج بکنه، در بدلشان شاهراه‌ها ساخته شده. چقدر میتونه موثر باشه؟ این کار بسیار بسیار درستیه. ما یکی از مشکلات بزرگ ما در افغانستان اینه که زیر ساخت ها مدنیه. یکی از زیر ساخت ها در آغاز صحبت هم به اشاره کردم، بحث وجود راه ارتباطیه. ما هر چقدر درآمدی که داریم اگر در قسمت زیر ساخت ها هزینه بکنیم میتونه سهولت بیشتر ایجاد بکنه تا بتونیم ما مقدار بیشتری از معادن استخراج بکنیم. این اقدام از امارت اسلامی اقدام کاملا درستیه و من پیشنهاد میکنم که در همین قسمت بیشتر توجه بشه و این قرارداد با سایر کشورها هم داشته باشه. مثلا یکی از زیر ساختایی که در افغانستان در قسمت تولید تمامی کالاها، چی صنعتی باشه چی معدنی، ما به اون نیاز داریم، برق. خوبه که بیا یک معدن به یک کشور واگذار بکنه در بدل تولید برق. این تولید برق با خود از اون میتونه باعث افزایش به اصطلاح استخراج سایر معادن بشه. کار اینا کار کاملا درست و منطقیه. بله، حالا به همین صورت و به همین روش معادن افغانستان تلف نمیشه اگر همین روش ادامه پیدا بکنه؟ نه، ولی خب اگر بتونن با به پول نقد به فروش برسونن خیلی بهتره، ولی اگر نتونن که دست نخورده باقی بمونه، مثل سالیان گذشته که از معادن بسیاری از معادن دست نخورده میموند، ما استفاده نمیشد، این روش خیلی خیلی میتونه بهتر باشه. چرا که اگر چی در سطح فرد، چی در سطح خانواده و چی در سطح دولت، اگر یک چیزی داشته باشیم و از اون نتونیم استفاده کنیم یا استفاده نکنیم انگار ندانه، فرق نمیکنه نداشتن یک چیز با استفاده نکردن یک چیز. چرا که از همون مزیتایی که او چیز داشته داره شما بهره مند نشدیم دیگه. حالا شما مقایسه بکنیم وضعیتی که امارت اسلامی اصلا استفاده نکنه از معادن با وضعیتی که استفاده بکنه ولی بیاید جاده بسازه، راه بسازه، این خیلی میتونه در اقتصاد افغانستان مفیدتر باشه. بله، در کل چی توصیه های اقتصادی میتونن داشته باشن جناب استاد ابراهیمی به حکومت فعلی که بتونه از معادن به صورت بسیار فنی استخراج بکنه، استفاده بکنه که هم به نفع مردم باشه، هم به نفع دولت و هم به نفع اقتصاد کشور تمام شه؟ توصیه من مجددا اینه که به زیر ساخت ها بیش از پیش توجه بکنه. کاری که در گذشته انجام نشد، در گذشته کارهای زیربنایی، کارهای زیر ساختی هیچگاه در افغانستان انجام نشد. امارت اسلامی برای از اینکه بتونه از معادن بیش از پیش استفاده بکنه، زیر ساخت‌ها رو فراهم بکنه، جاده بسازه، برق بسازه، نیروی انسانی پرورش بده، امنیت رو تامین بکنه، ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی در کشور
برگردونه و تأمین بکنه، اینا همه میتونه باعث بشه که سرمایه گذار خارجی هم بیایه، جرأت بکنه، سرمایه گذاری بکنه و معادن افغانستان رو صادر بکنه به یک کشور خارجی و درآمد افغانستان و درآمد دولت افغانستان بیشتر از گذشته بشه. در همین وضعیت که حالا دولت امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده، چقدر سرمایه‌گذاران خارجی میتونه در افغانستان سرمایه‌گذاری کنه یا سرمایه‌گذاران داخلی؟ در این وضعیت هیچ یک از سرمایه‌گذاران چه داخلی چه خارجی جرأت سرمایه‌گذاری به خود نمیدن. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیاز به یک ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی بسیار قوی داره. در وضعیت فعلی که ما حتی ثبات اقتصادی ما هم تامین نیه، میبینیم که قیمت ها هر روز به یک شکله، مثلا قیمت اسعار و دلار که خیلی میتونه در سرمایه گذاری خارجی تأثیر گذار باشه، میبینیم هر روز به یک شکله، یک روز به 78، یک روز به 88، یک روز 120. با این حالت هیچ سرمایه گذار خارجی حاضر نیه بیای سرمایه گذاری چند میلیونی و چه بسا میلیاردی در داخل کشور داشته باشه. ولی تعداد از سرمایه‌گذاران خارجی از جمله روسی، ایتالیایی یا انگلیسی آمدن در آخر با وزیر معادن و پترولیم افغانستان دیدار داشتن و تمایل نشان دادن که در معادن افغانستان، حالا اونا برخی معادن مشخص را اشاره کردن که ما روی این معادن تمایل داریم که سرمایه‌گذاری بکنیم. ببینیم فرق تمایل نشان دادن با اجرا کردن، با سرمایه‌گذاری کردن خیلی فرق داره. از گذشته تا به حال کشورهای مختلف تمایل نشون دادن برای سرمایه گذاری در منابع مشخصی که افغانستان داره، ولی هیچ یک از اونها تا به حال سرمایه گذاری نکردن، در عمل وارد نشدن و سرمایه گذاری داخل افغانستان نداشتن. تنها مانع اونها هم بحث نبود زیرساخت ها و خصوصا نبود ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی بوده. تشکر از شما جناب استاد مجتبی ابراهیم، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. خب بینندگان برنامه، بینندگان عزیز برنامه، این بود برنامه این هفته خبرگستر که تقدیم حضور شما خوبان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.